بیورزه، نوشته آنتون چیکوف. ببخشید. بفرمایید بشینین خانم یولیا. بفرمایید. بیاین حساب و کتاب کنیم. چون میدونم که پول نیاز دارید ولی از بس کم رو هستید حرفی نمیزنید. خب ما با همسر ماهی 30 روبل توافق کرده بودیم. فکر کنم 40 روبل. نه 30 روبل. اینجا یادداشت کردم. من همیشه به مربی بچه ها 30 روبل میدادم. خب شما 2 ماه پیش ما بودید. نه 2 ماه و 5 روز. دقیقاً 2 ماه. اینجا نوشتم. پس جمع طلب شما میشه 60 روبل. 9 روز بابت تعطیلات یک شنبه کسر میشه. شما که روزای یک شنبه با پسرم کار نمی کردید، فقط استراحت و گردش می کردید. 3 روزم که عید بود. سه روز تعطیلی؟ در نتیجه 12 روبل کسر میشه. 4 روزم که پسرم مریض بود و فقط با دخترم کار کردید. 3 روزم شما دندون درد داشتید و همسرم اجازه داد که بعد از ظهر استراحت کنید. 12 و 7 میشه 19. از 60 روبل کم میکنیم. میمونه 41 روبل. درسته؟ شب سال نو یه فنجون چای خوری و نلبکی از دستتون افتاد و شکست. 2 روبلم بابت این. البته خیلی بیشتر از اینا میارزید. یادگار خانوادگی بود. ولی بگذاریم، فدای سرت، دیگه گذشته. و به خاطر بیتوجهی شما پسرم از درخت بالا رفت و لباسش پاره شد که 10 روبل قیمتش بود. کلفت سابقمون کفش دخترم رو دزدید. شما باید مراقب همه چیز باشید. بابت همین چیزاست که پول میگیرید. پس 5 روبل دیگه هم اینجا کم میشه. 10 ژانویه مبلغ 10 روبل از من گرفتید. من از شما پولی نگرفتم. ولی من همه چیزو یادداشت کردم. خوب باشه. پس 27 روبل از 41 کم میکنی، میمونه 14 روبل. من فقط یه بار پول گرفتم. از همسرتون 3 روبل گرفتم. پول دیگه ای نگرفتم. سروبل؟ جدا؟ آه خدا، پس چرا یادداشتش نکردم؟ اشکال نداره، 3 روبل دیگه هم کم میکنیم. میمونه 11 روبل. اینم 11 روبل شما بانوی گرامی. بفرمایید. این 3 روبل، 3 روبل، 1 روبل و 1 روبل. خدمت شما. مرسی. بابت چی تشکر میکنی؟ بابت پول. من که سرتون کلا گذاشتم. لعنت بر شیطون. غارتتون کردم. الانم از شما دزدی کردم. دیگه برای چی تشکر میکنی؟ جاهای دیگه همینم نمیدادن. نمیدادن؟ خب البته تعجبی هم نداره. من با شما شوخی کردم. میخواستم یه درسی بهتون داده باشم. عذرخواهی منو بپذیرید. همه یه 80 روبلتون رو آماده کردم. از قبل داخل یه پاکت براتون گذاشتم کنار. اما آدم نباید انقدر بی دست و پا باشه که. چرا اعتراض نمی کنید؟ چرا سکوت می کنید؟ چطور ممکنه آدم نتونه حق خودشو بگیره؟ چطور ممکنه یه آدم انقدر بی‌عرضه باشه؟ مرسی. مرسی. به پشت سر او نگریستم و با خود فکر کردم در دنیای ما قوی بودن و زور گفتن
چه سهل و ساده است.